سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. سلام باشید. خیلی هم قبل از اینکه به سوالتون جواب بدم، خیلی هم میخواستم تشکر و قدردانی بکنم از این برنامه بسیار پرمحتوا، متنوع و زندهی که شما اجرا میکنین هر روز. خواهش میکنم، تشکر از ما. داره من خودم تا جایی که فرصت بشه حتما سعی میکنم که برنامه شما رو هر روز ببینم. خیلی ممنون. اما در رابطه با سوالی که مطرح کردید، این جلسه در واقع جلسه رسمی ماهانه هیئت پارلمان اروپا برای روابط با عراقه به ریاست آقای استیونسون که ایشون میدونید نماینده انگلیسی پارلمان اروپا از حزب محافظه کار هستن و از نمایندگان ارشد این پارلمان هستن. این در واقع هیئت که ماهانه این جلساتشو داره، به غیر از اعضای خودش، نماینده های دیگه پارلمان اروپا هم اگه مایل باشن شرکت میکنن، حتی شرکت خبرنگاران هم در این برنامه آزاده. حالا علت این که در جلسه این ماهشون اینها موضوع اشرف رو در دستور کار خودشون قرار دادن این بود که همین هفته گذشته سندی رو سفارت عراق تحت عنوان موضوع دولت عراق در مورد سازمان مجاهدین خلق ایران به پارلمان اروپا داد، سفارتشون در بلژیک، که در اون در واقع همون نکاتی رو که همیشه گفتن، یعنی اینکه اشرف تا پایان سال باید بسته بشه و دروغ‌هایی از این قبیل که این سازمان تروریستی هست و یک مقدار هم وعده ها و قول های خیلی پوشالی که همیشه تحت عنوان رفتار انسانی با ساکنان اشرف میدن تو این سند آمده بود. و بعد از اینکه پارلمان اروپا این سند رو دریافت کرد، دبیرخونه این هیئت تصمیم گرفت که این رو در دستور کار همین جلسهشون، جلسه این ماهشون قرار بده. از سفیر جان دروید که نماینده ویژه خانم اشتون در موضوع اشرف هست هم دعوت کردن به عنوان سخنران مهمان که بیان اونجا صحبت بکنن و همچنین از سفارت عراق هم خواستن که یک نماینده به این جلسه بفرسته. توی جلسه اون چه که مهم بود این بود که پارلمان اروپا، این هیئت عراق که در واقع موازش مواضع پارلمان اروپا حول این موضوع هست، بعد از شنیدن سخنرانی آقای دروید و بعد هم حرفهای این کنسولی که سفارت عراق فرستاده بود، خب از شنیدن این مواضع خیلی براشفته شدن. خانم از این فر اگه اجازه بدین من خیلی قاطع، خانم از این فر اگه اجازه بدین من روی این موضوع نماینده سفارت عراق برمیگردم. میخواستم یک سوال دیگه بکنم بعد برمیگردیم به این صحبته نماینده سفارت عراق. خبرگزاری رویتر یک گزارشی داده از این جلسه که من یه قسمتشو میخونم. خانم دلان که عضو هلندی پارلمان اروپا است و معاون آقای استیونسون در هیئت رابطه با عراق، گفته زمان آن فرا رسیده که اتحادیه اروپا به عراق اعمال فشار کنه و به عنوان اصلی‌ترین کمک کننده برای توسعه عراق، یک شریک تجاری جدی عراق، میتونه فشار جدی به عراق وارد کنه. میخواستم شما با توجه به اشرافی که دارین توضیح بدین که مگه پارلمان اروپا به عنوان یک پارلمان اصلا قدرت اجرایی داره و چجوری میخواد این فشار رو وارد کنه و این جور اجلاس و خلاصه چه فشارهایی میشه وارد کرد به عنوان پارلمان اروپا روی دولت عراق؟ بله خیلی سوال خوبیه. خب همونطور که میدونین پارلمان اروپا ظرفی است که قادر این فشار رو به اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیاره، چون بسیاری از این کشورها الان بودجه های کلان دارن به دولت عراق میدن.